سلام، وقت بخیر. با محور امشب خوش آمدید. من نثار نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که به مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور فرستاده است، از اعضای این دو مجلس خواسته است تا نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو بیرون بکشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که هنوز خیلی زود است که جهان درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد، اما امارات اسلامی میگوید که حکومت تازه از راه سیاست‌های متوازن با جهان تعامل دارد. کاخ سفید با پخش خبرنامه میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور در نامه از کانگرس و سنا خواسته است تا نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی آمریکا بیرون بکشند. در این نامه به نقل از رئیس جمهور بایدن آمده است: بر بنیاد بند 507 قانون کمک خارجی 1961، من تصمیم خود را مبنی بر لغو نام افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو ارائه می کنم. بر بنیاد اطلاعات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، با بیرون شدن نام افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو ایالات متحده آمریکا، این کشور پس از این 18 متحد اصلی غیر ناتو خواهد داشت و واشنگتن با این کشورها در بخش‌های تجارت دفاعی، همکاری‌های امنیتی، امتیازات اقتصادی و نظامی کمک خواهد کرد که پاکستان نیز یکی از این کشورها است. افغانای عزیز از خاطر از این پیمان یک قیمت بسیار گزافه پرداخت کردن. روزانه دود بارود تنفس میکردن و خوراکشون جز خام چیزی نبود. و از طرف امارات اسلامی افغانستان از این که مثل حکومت قبلی در صحنه حکومتداری از غرب تقلید نمیکنه و اطاعت پذیری نداره، کشورهای غربی تلاش میکنن که با انجام چنین حرکات پای امارات اسلامی را به طرف اطاعت پذیری و حفظ خطوط قرمز جهانی بکشانن. نزدیکی امارت اسلامی افغانستان با کشورهای چون روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه باعث دلسردی آمریکا نسبت به افغانستان شده است. اما امارت اسلامی میگوید که حکومت کنونی از راه سیاست متوازن با تمامی کشورها به پیش خواهد رفت. ما هم خانه ازی هستیم که زیر یک عنوانی که افغانها از او خاطره خوب ندارد نباشیم و ما یک سیاست متوازن را در قبال تمام کشورها در پیش داریم و می خواهیم که روابط تجارتی، اقتصادی و دیپلماتیک که مبتنی بر احترام متقابل باشه ادامه بدیم. همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید بانک شمار از کشورها روند عادی سازی روابطشان را با طالبان آغاز کردند، اما هنوز زود است که جهان درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد. فکر کنم که در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو، بیجینگ و ایران در این زمینه وجود دارد و آن این که بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر شود. ایالات متحده در سال 2012 میلادی افغانستان را در فهرست متحدان اصلی غیر ناتو این کشور جا داده بود. اما آیا روابط امارت اسلامی با جهان، آنچه که سرپرست وزیر خارجه میگوید، واقعا بهبود یافته؟ جهان در کدام سیاست امارت اسلامی مشکل دارد؟ بحث بر رسمیت شناسی چقدر برای خود امارت اسلامی مهم است؟ آیا با دگمندیشی تعامل با جهان قرن 21 ممکن است؟ امارت اسلامی چه مسیر را در می نوردد و نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ مهمانانم در این بحث آقای محمد رحیمی، آگاه روابط بین الملل، سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی، و محمد ناصر حقانی، عضو امارت اسلامی هستند. سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بس با شما آقای حقانی آغاز میکنم. در حالی که آقای متقی میگویند که روابط ما با جهان بهبود یافته، اما واکنش های جهان چیز دیگر را میرساند. در تازه ترین مورد، جو بایدن از کانگرس خواسته و همچنان سنای ایالات متحده که افغانستان را از لیست متحدان غیر ناتوی خود حذف بکند، و واکنش های جهانی دیگر، آیا واقعا بهبود یافته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام علی رسول الله، اما بعد، تر ټولو وړاندې تاسو او استاد محترم او ملمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تقریبا موږ او تاسو که وګورو د اسلامي امارت په راتګ سره چې 11 میاشتې پوره شوې دي، د دوی په بیروني سیاسي ډیپلوماسۍ کې تقریبا د ډیرو ملکونو سره هغه د ډیپلوماسۍ اړیکې چې دي هغه تر یو حده پورې ښې شوې دي. خو دا چې امریکا په تازه پریکړه کې تقریبا دغسې یو پریکړه وکوله چې هغه به د افغانستان هغه کوم چې د ناټو
یعنی غیر متوازن یا پر مثال غیر عبوری شکل باندې یو غړی هیواد افغانستان مخکې ټاکلی و یا یې داخل کړی و او هغه یې ویستلو. اصلا که موږ وګورو دې ته دا غړیتوب افغانستان لپاره دومره مفید هم نه و، مهم هم نه و، چون افغانستان په تیر حالت کې اشغال و. نو دوی کولای شوی چې د ناټو د عضوې په حیث باندې هم داخل کی او د ناټو د غیر متمرکز یا د غیر مشترک عضوې په حیث باندې هم داخل کی. نو په دې لحاظ باندې اسلامي امارت ته دا هیڅ معنی نه ورکوي. خدای چې که چیرته دا موضوع باعث د دې کیږي پر مثال چې افغانستان په رسمیت باندې ونه پیژندل شي، اسلامي امارت په رسمیت باندې ونه پیژندل شي، یا هم په رسمیت پیژندلو کې ځنډ او خنډ راځي، نو دا به د اسلامي امارت لپاره هم بهتره نه ده یا ښه نه ده، او د بالخصوص د افغان ملت لپاره هم تقریبا د مشکلاتو کړونو له لاره جوړېدای شي. کسانی که متحد آمریکا هستند، یعنی متحد غیر ناتوی آمریکا، کشورهای دیگر هم هستند، ده ها کشور هستند، از امتیازات نظیر منافع مشخص در بخش‌های تجارت دفاعی و همچنان همکاری امنیتی، امتیازات اقتصادی و نظامی برخوردار می باشند. اگر از بحث‌های نظامی و دفاعی بگذریم، در بحث اقتصادی آیا امارات و افغانستان در حال حاضر نیازمند کمک‌های آمریکا نیست؟ تقریبا اگر ما شما ببینیم از دیگر کشورا کده امارات اسلامی افغانستان یا هم اگر بگیم کشور افغانستان که است، از دیگر کشورا کده زیاد مستحق چی است که پر مثال کمک های اقتصادی هستند که جهان باید به افغانستان کمک بکنه. خو اینی کار جهان هست یا رضایت خودشان هست که با افغانستان کمک میکنه یا نمیکنه. خو اصلا اگر ما شما ببینیم قانون سازمان ملل امنیت هست که هر کشوری که پر مثال افتیده باشه، اگر چی در اوج حکومتشان یا دولتشان به رسمیت شناخته شده باشه یا نشناخته شده باشه، لیکن مستحق کمک باید شوه. که اینی در اینی قانون سازمان ملل هست. اگر در کشورهای آفریقایی ببینیم، در اونجا هم زیاد کشورها هستن که تر مثال تقریبا یعنی غیر متمرکز هست، یا کشورهایی هستند که حکومت هایشان که هستن تقریبا با زیاد مشکلات رو برو هستن که از سوی پر مثال امریکا و دیگر کشورها سرشان تحریم ها وضع شده، لیکن باز هم با اون کشورها کمک میشه. لیکن اون کشورها که هستن حداقل یک چیز هستن که آنها مطابق میل امریکا حکومتداری خود پیش میبره، و امارات اسلامی که هستن مطابق میل امریکا حکومتداری خود پیش میبره. ملل که شما گفتید اگر کشورهای حکومت هایشان به رسمیت شناخته هم نمیشود، باید کمک بکنند. منشور دارد، اعلامیه دارد، اصول و میثاق های دارد که باید کشورهای که عضو این سازمان می باشند رعایت بکنند. شما از این سازمان انتظار کمک ندارید، ولی در خصوص ارزش ها همواره سخنگویان امارات اسلامی و اطرافیان امارات اسلامی گفتن این ارزش ها ارزش های غربی است و رعایت نمی شود و نباید شود. این افغانستان هست و اینی کارهای که پر مثال که بالخصوص سازمان ملل یا منشورشان که خواسته های مطابق میل خودشان از حکومت امارات اسلامی داره، آنها مستقیما دخالت در امور داخلی افغانستان هست یا در دخالت در امور سیاسی امارات اسلامی افغانستان هست که به هیچ وجه نه برای امارات اسلامی قابل قبول هست و نه برای ملت افغانستان قابل قبول هست. لیکن تقاضای کمک به خاطر از میاز پیشان داریم که این در منشور سازمان ملل حق یعنی جا داده شده به اینی ماده شان یا به اینی قانون شان که اگر کشور هر قسم باشه، حکومتشان به رسمیت شناخته شده باشه یا شناخته نشده باشه، باید کمک بکنه. لیکن اینیا که امارات اسلامی کدام قسم قانون دریجه وضع میکنه یا فرمسال قائمش میکنه یا هم حدود جاری میکنه یا فرمسال نظام اسلامی را حاکم میکنه، آنها هیچ گا بر امریکا، بر ناتو، بر سازمان ملل قابل قبول نیست. کمک هایشان درست است و اصولشان و ارزشهایشان نه. ای معمولا تعاملات امیار میگه که حداقل قسمی که امارات با جهان تعاملات کرده، یعنی تعامل کرده در زیاد چیزا، پر روی امارات جهان هم با امارات شاخصه های تعامل میاییم. آقای حقانی فرصت بدن از آقای سادات همچنان بپرسم. آقای سادات، جو بایدن از کانگرس خواسته و همچنان سنای آمریکا که افغانستان را باید از لیست متحدان غیر ناتوی خود حذف بکند. این چگونه واکنش است؟ آیا واکنش در جهت خراب شدن رابطه یا تعامل با امارات اسلامی و افغانستان است، یا آنگونه که سرپرست وزارت خارجه میگوید که روابط ما بهبود یافته؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور شما مهمانای عزیز در بحث، بیننده های محترم. البته بحث که فعلا ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان تصمیم گرفته، یک بحث پیچیده و خیلی به عمق دیپلماسی نیاز دارد که چقدر موضوع افغانستان با کدام قرارداد و کدام میثاق افغانستان عضویت یا رابطه خود با آمریکایی‌ها ترتیب تنظیم کرده بود که آمریکایی‌ها در رابطه با افغانستان یعنی یک شریک استراتژیک نظامی یا اقتصادی یا سیاسی در منطقه باید باشد. قبلا در نظام جمهوریت این پروتکل یا این تعهد صورت گرفته بود، اما جمهوریت که سقوط کرد، مثل از این که متعهد از بین رفت، یعنی جمهوریت فوت کرد، مثل ادعا یا دعوا ختم شد، چرا که
امارات اسلامی با او روابط قبلی که جمهوریت با ایالات متحده آمریکا داشت با او تعهد پابند نبوده و نیست و در بعد از قرارداد دوحه اکثریت موضوعات دیگه منتفی شد که امریکا باید متحد باشد در رابطه با دفاع. پس رابطه در کجاست؟ خب البته رابطه ایجا چند بود دارد، یک بودش اقتصادی است، یک بودش سیاسی است، یک بودش اجتماعی است. یعنی چیز تشویشی که ایالات متحده آمریکا در اوایل داشت با قدرت تجدیدن امارات وضعیت به این شکل بود احتمالاً که موقع بی ثباتی کلان در منطقه صورت میگیره، از خاک افغانستان کشورها تهدید میشه، به گفته خود اونا گروه تروریستی یا دهشت افغان یا به اصطلاح القاعده و بعض گروه ها فعالیت شدید آغاز میشه و امریکایی ها از اینجا خطر کلان احساس میکنه. یعنی خطر احساس نشده هنوز، اما نمیخواد که دیگه امریکایی ها به مسائل نظامی در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و او قرارداده که اصلا با جمهوریت هم امو قرارداد با معنا و با مفهوم نبود. یعنی به این معنا که در امو زمان یک شریک استراتژیک نظامی افغانستان امریکا و ناتو بود، اما از خاک پاکستان ده ها بار به خاک افغانستان تجاوز صورت گرفت، راکت فیر شد، حتی 5000 راکت فیر شد بعد وقتی که حساب کرده، اما امریکایی ها حتی عکس العمل شفاهی هم نشان نداد، عکس العمل نظامی چه رسد. خب بی داشتن روابطش از نگاه اعتبار بین المللی چیز خوبی است، اما از نگاه عملی در طول همین یک سال یا دو سال امریکایی ها هیچ نوع به او تعهدات و قراردادها و میثاقهایی که داشتند قبل از او هم در جمهوریت و با امارات خب به هیچ صورت او قراردادهای خود جنبه عملی نمیده. درست آقای رحیمی، حذف افغانستان از لیست متحدان غیر ناتویی آمریکا چه پیام دیپلماتیک برای امارات دارد؟ بله، سلام خدمت شما و آقای حقانی و آقای سادات و بیننده‌های محترم برنامه شما. ببینید، حذف افغانستان از متحد غیر نظامی ناتو در واقع یک متحد رسمی نیست، ما همراه ناتو بله. اما با عنوان یک همپیمان نظامی در منطقه در سالهای اخیر، در دو دهه اخیر افغانستان با امریکای همکاری های خاص خودش داشت. ای که افغانستان دیگه اون متحد برای امریکا نباشد، در واقع ای یک تحریم جدید برای افغانستان است تا بتونه که امارات اسلامی را در واقع مجبور به ای بکنه که دنباله روی سیاست های چی باشه، سیاست های امریکا در منطقه. تا در حکومت جمهوری تا اما اواخرش تقریبا، تا قبل از یک دو سال از حکومت آقای اشرف غنی، در خیلی اوقات در واقع متوازن با سیاست های نظامی و سیاست های امریکا در منطقه بود، اما در اواخر حکومت آقای غنی دیگه این توازن در واقع از بین رفت و در آمدن حکومت امارات اسلامی در افغانستان دیگه بالکل امریکا فکر کرد که ما در افغانستان دیگه سیاست های نظامی خودم در واقع به هیچ پیش برده نمیتونم و مرتبا از آله های گوناگونی به عنوان تحریم استفاده میکنه و این موضوع جدیدی هم که پیش آمده یک تحریم جدیدی است که در واقع به امارات اسلامی بگه که من پس که پیشتر خودتون مطرح کردین، من از شما حمایت نمیکنم، کمک های مالی داشت شما نمیرسه، در بخش نظامیتون برتون کدام تسلیحات چیزی داده نمیشه. این خودش یک عامل بزرگ است در حالتی که امارات اسلامی تازه آمده و نیاز به خیلی از کمک های نظامی، کمک های سیاسی در ابعاد گوناگون نیاز به کمک های مختلف داره. با این آله فشار در واقع میخواد چیکار بکنه؟ میخواد که امارات اسلامی را بقبولونه که دنباله روی سیاست های چی باشه، سیاست های امریکا در منطقه باشه، که اگر کسی در منطقه با امریکا دشمنی دارد دشمنش باشه، اگر کسی در منطقه با امریکا دوستی داره خود دوستی چی باشه، دوست ازو باشه. این به عنوان یک آله فشار و یک تحریم جدید هست. اما اگر این موضوع، اگر در امارات اسلامی به مرور زمان این موضوعات در واقع بنوعی با یک دیپلماسی بسیار نرم در واقع حل نشه، با یک دیپلماسی نرم حل نشه، باعث چی میشه؟ باعث انزواگرایی و مشکلی بله گفتن آنچنان مهم نبود یا نیست، یک تحریم جدید است. این تحریم تازه در حد گفتگو بوده، در حد گپ بوده. این که تا جنبه عملی رو پیدا کنه، ببینیم که وقتی که جنبه عملی پیدا کرد تازه تبع او تزو پیدا میشه. میشه که شما کسی رو بگین من میزنم ولی تال نزنه، وقتی که زدی تازه آزار ولی درخواست از کنگرس شده، آزار از معلوم میشه. این درخواست ها فعلا در حد شفاهی بوده تا ای که بیاید خود کنگرس آمریکا جنبه کتبا نامه ارسال شده، نامه ارسال شده ولی تال جنبه عملی پیدا نکرده. زمانی که جنبه عملی پیدا کنه، او وقت سیاست های عملی و سیاست های اجرایی در مقابل امارات اسلامی او زمان تازه مشخص میشه که احتمال داره که شما جنبه عملی چون سیاست ها را چی میدونه، چه کار باید شود که شما عملا بدانید که تغییر سیاست کرده امریکا؟
اگر امارات اسلامی بینوی ببینید، شخصا ما نظر شخصی از من است که در افغانستان نباید یک سیاست کلا تهاجمی نسبت به جهان داشته باشه، کشورهای منطقه و جهان داشته باشه، و از طرف هم ما نمیتونیم در دنیای امروز خودمون از کل جهان جدا بکنیم. خب بینوی یک حالت توازن، بینوی که نه فرهنگ ها و باورهای اسلامی و افغانی ما زیر سوال بره و نه اینکه خودمون از کل دنیا جدا کنیم. ما نمیتونیم خودمون از کل دنیا جدا بگذارید. از آقای حقانی بپرسم. آقای حقانی، امارات که بر افغانستان اکنون حاکمیت دارد، میخواهد که یک تافته جدا بافته از جهان و نقشه جهان باشد، یا میخواهد که به عنوان یک حکومت بر رسمیت شناخته شود، ارزش های جهانی را بپذیرد و به عنوان یک قلمروی که در آن حاکمیت دارد باید تعامل با جهان داشته باشد؟ نبیل صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو چې هر ملک چې کوم حکومت راځي، هغه دغه لومړی غوښتنه او لومړی مشروعیت دغه وی چې هغه له جهان سره متقابل اړیکې ولري او متقابل تعامل ولري، او یا هم د نړۍ لخانه په رسمیت باندې وپیژندل شي. خو بیا هم کچیر ته موږ تاسو وګورو، تقریبا بعضې ملکونه به موږ مثال ورکو لکه چین غوندې چې تقریبا ډیر وخت په رسمیت باندې ونه پیژندل شو، خو بیا هم چین وکولی شول چې تقریبا په خپل اقتصادي بډاینې سره یا بډایتوب سره تقریبا له نړۍ سره سیال شي او د مشکلاتو نه ځان وباسي. نو په دې لحاظ باندې هم اسلامي امارات چې کله راغلی دی دلته یو خبره شرط دا ده چې کچیرته کچیرته پر مثال نړۍ غاړي چې اسلامي امارات په رسمیت باندې وپیژني، نو دلته اسلامي امارات باید تر زیات شانو تیر شي. خو هغه کومې کرښې چې پر مثال اسلامي امارات باید له هغې نه تیر شي، تقریبا هغه داسې څه دي چې اسلامي امارات دپاره شاید لکه مخکې حکومت کې چې بعضې سره خطونه وو، شاید هغه د امارات لپاره سري کرښې وي چې نه د ملت خواستار جامعه جهانی همواره باز شدن درب مکاتب بوده، حقوق مشارکت سیاسی زنان بوده، تشکیل حکومت فراگیری بوده، تهدید نشدن جهان از خاک افغانستان بوده. این خواستها آیا غیر مشروع و از این خطها امارات اسلامی نمیگذرد و درب مکاتب را بسته میگذارد؟ نه خیر، اسلامی امارات تقریبا اکثرشان که استگیار را پوره کرده، خو یگان تاش که استگ نظر به لجندی دی امارات اسلامی پوره کرده. حکومت فراگیر است، مکتب باز شده، خانم ها در سیاست نقش دارند، تمامشان تقریبا. اگر ما شما ببینیم مکاتب هم عملا ما میگیم که دروازه های مکاتب شاید بر روی خواهرها یعنی بزودترین فرصت حل شود، یک سال شد اما این زودترین فرصت نیست که عملا انجام شد. تمامشان امارات اسلامی برشان با وعده که با امریکا در دوحه کرده بودن با یا صادق هستن پرایش کردن، لیکن هیچگاه امارات اسلامی نمیخواد نه مخالفت علم یا مکاتب زنانه را داره دخترانه را و نه هم پر مثال موضوعات دیگری که شما یادآوری کردین، بلکه بر بله نتیجه و عمل مهم است، در عمل همین گونه ثابت شد. البته در 11 ماه ما شما اگر میبینیم حکومت امارات اسلامی تقریبا یک طفل هست، حال یک حیثیت یک طفل داره که از 11 ماه تیر شده باشه، از اینیا یک تقاضای بسیار کلان یعنی شما بس ماندن مکاتب را لجاجت طفلانه امارات نه خیر، تا حال زمینه برشان مساعد نشده، چرا که امارات اسلامی که 20 سال در مقابل ناتو و جمع امریکا تقریبا جنگیدن قربانی دادن، حداقل هدف شیانه بودن که اینجا اتومات هر کاری که پر مثال در اینجا اشغال فکری اشغال فرهنگی و اشغال تقریبا نظامی عملا صورت گرفته بوده ایجا 20 سال و از هان مردم تقریبا یعنی اگر بردن بگیم در 100% 90%شان که بودن آنها یک قسمی به دیگر رفته بودن یا به یک شکل رفته بودن. یک مثال شما میتم، یک مثال شما نبیل صاحب بردن میتم که وقتی که امارات اسلامی یا افراد امارات اسلامی از جهاد گپ میزدن، مردم افغانستان اکثرشان که تحصیل یافته و تعلیم یافته هستن، آنها این فکر میکردن که اینی حکم جهاد نعوذ بالله از پاکستان نازل میشه یا از پاکستان میاد، یعنی به اینی حالت از هانشان از یام مخشوش و اشغال شده بودن. پس این کار یعنی وقت با کار است که پر مثال حداقل به امارات وقت داده شود تا زمینه سازی برشان بکنه که حداقل هم اذهان مردم را یعنی بر راه راست برابر بکنه و هم امی زمینه سازی برشان برابر بکنه که بحث جهاد تمام شد، بحث حکومت داری میاد. در حکومت داری امارات اسلامی چرا به خواسته مردم، حداقل می خواسته خاطر مردم افغانستان هم است، جدای جهان. این که آمریکا چی میخواد بحث جداست، ولی مردم افغانستان همین میخواد دخترشون به مکتب برود، حکومت فراگیر باشد، خود را در ساختار حکومت ببینند، در قدرت سهیم باشند و در ساختار سیاست نقش داشته باشند. ما شما شاهد هستیم که هیچ کلان و خرد امارات اسلامی از مکاتب یا از تعلیم ممانعت یا انکار نکرده در حد حرف، لیکن عملشان پر مثال که چی وقت عملی شوه که مکاتب بر روی خواهران باز شوه، این یا کمک وقت میخواه، حداقل یا شاید مشکلات اقتصادی باشه یا هم شاید مشکلات پر مثال نظر به عنانات و کلتور افغانی باشه که پر مثال تا زمینه سازی برشان بکنه، لیکن زمینه سازی در برخی از ولایت‌ها که دختران به مکتب میروند نظر به سنت و فرهنگ افغانستان چه مشکلی وجود دارد؟ مشکلاتی ما برتون گفتم که مشکلاتی حداقل شاید وجود داشته باشه، یکی مشکلات پر مثال قسمی که دمی وقتا یادوری شده که شاید مشکلات اقتصادی باشه، دیگه مشکلات حداقل اینها هستن که در اکثر شهرها بالخصوص اگه ببینیم
بسیار با معذرت که مکاتب تقریبا یک قسم خیالی واره بودن، یعنی اوجا عملا چیزی وجود نداشتن لیکن بودن، یا هم اگه بودن در شهرها اوجا مشکلات زیاد داشتن که ما شما نظر به مشکلات میفهمیم که از لحاظ عرف و عنانات افغانی، یا هم اگر از لحاظ حجاب ببینیم، یا از لحاظ مردا و زنا ببینیم، یا از لحاظ اختلاط ببینیم، این تمام چیزا تقریبا در شهرها وجود داشتن. به خاطر اینکه چند مکتب خیالی بود باید دختران به مکتب نران. دوباره به شما میایم آقای حقانی و پاسخ شما را خواهیم داشت. ولی آقای سادات، اگر رابطه امارت اسلامی به قول آقای حقانی درست است و تعامل هم صورت میگیرد، چرا یکی از کشورهای جهان امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسد؟ حالا میگذاریم بحث غرب را کنار، بس هم امارت اسلامی کشورهای کفری، کشورهای جهان اسلام چرا به رسمیت نمیشناسد؟ خب البته بعض بحثا گنجایش از این میزه نداره که آدم صحبت بکنه. من نمیخوام که طرف شم با جناب حقانی صاحب. هر حرکت یا هر نهضت یا هر حزب یا سیاست، کسی که سیاست میکنه، او یک اساسنامه و یک مرامنامه دارد که در اساسنامه و مرامنامه از او درج میباشه که ما با چه اصول و مقررات پیش میریم. بله. اول خب اصول ما در افغانستان، اصول اساس ما همی است که دین اسلام، دین اسلام با نه با تعلیم مخالفت دارد، نه با تدریس مخالفت دارد، نه با ترقی مخالفت دارد، نه با انکشاف، نه با دیگر هم دیگر پذیری که هم دیگر پذیری باید باشه. خب متاسفانه موضوع مکاتب یا بعض موضوعات سیاسی شده که نباید مسائل صحی، مسائل معرف، مسائل انکشاف و مسائل دیگر موضوعات اجتماعی ما سیاسی باید نمیشد. متاسفانه که بس سیاسی شده. میماند موضوع تعامل با خارجی ها، خارجی ها چی کار میکنند. ما با خارجی ها کار نداریم، ولی یک چیز را تقاضا میکنم که امارت اسلامی، اگر به دوست ما یادآور میشه که ما تازه کار شروع کردیم، 25 سال پیش امارت اسلامی یکی از شاخه های 20 سال، یعنی 20 سال که 5 سال اوجه تیر شد، 20 سال همیجه 25 سال پیش یه حرکت آغاز کرده که یه حرکت از 25 سال نه بلکه از 40-45 سال پیش، کسایی که مؤسسین جهاد بودن در دوران جهاد، اینا بچه ها یا فرزندای همو بچه های مجاهدینی هستند که در دوران جهاد اشغال اتحاد جماهیر شوروی که افغانستان گرفت یا جهاد آغاز کردن روی یک مرام، روی یک هدف، به خاطر اعاده دین اسلام، به خاطر الهی کلمت الله، به خاطر نجات مردم افغانستان از ظلم و جبر کمونیستا، این سلسله را آغاز کردن. و امروز اگر ما خدای نخواسته بعض موضوعات آشیروی بکنیم و صحبت بکنیم که ما ناتوان هستیم، یا ما بعض موضوعات نمیتونیم کاور بکنیم، نمیتونیم قناعت مردم افغانستان حاصل بکنیم، قناعت جامعه جهانی را حاصل بکنیم، این به معنای ازی است که ما ضعف خدا برای مردم نشان میدیم. چرا افغانستان کشور اسلامی بوده و همین 45 سال که اتحاد جماهیر شوروی، جمع ایالات متحده آمریکا، ناتو، اروپا و تمام از یا تلاش کردن، کوشش کردن برای انحراف جامعه، ولی مردم ما الحمدلله مسلمان بوده و مسلمان است. سال از حال منحرف شده بود. خب ما میخواستم همین صحبت بکنم که مردم ما قبلا هم جمهوری اسلامی افغانستان بوده، اگر زیر سلطه یا نیازمندی، ضرورت یا مشکلاتی که ایالات متحده آمریکا بعد از 11 سپتامبر به بهانه داخل افغانستان شد، مردم افغانستان وادار به این ساختن که یک حکومت غیر اسلامی ساخته شد، مثلا در بن. اما همون کسایی که در بن هم شیشته بودن، بجز از جمهوری اسلامی هیچ عنوان را ما پذیرفته نمیتونیم. اگر قانون اساسی هم وقت مطالعه بکنی، ماده اول تا ماده دهم میشه روی اساسات اسلام صحبت شده که دین ما دین اسلام است، شریعت ما شریعت قرآن محمدی است و تمام مسائل اسلامی را ما در بحث خود گرفته بودیم. ای که امروز نظامی که در اختیار امارت اسلامی، که اصلی تحریک اسلامی طالبا و ساختار نظامشان امارت بوده، یعنی جمهوریت نه، خلافت نه، یعنی امارت، اما اسم امو حرکت تحریک اسلامی هر دو پسوند اسلامی داشت. آقای سادات، اگر نوع نگاه امارت اسلامی نسبت به سیاست‌های داخلیشان در خصوص حق تحصیل دختران، مشارکت زنان در اجتماع، در سیاست، اقتصاد و سایر بخش‌های دیگر، حقوق اساسی شهروندان، حالا در چارچوب اسلام، بحث غرب را میگذاریم کنار، اگر درست است، مناسب است و تا حال عملکردها هم چنین بیان کرده، حداقل یک کشور اسلامی چرا امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته؟ خب البته هر چیزی را که در رابطه با کنش و یا واکنش هایی که در طول 20 سال در رابطه با امارت اسلامی یا تحریک اسلامی طالبان گفته شده، تمام موضوعات منفی بوده. یعنی بحث لست سیاه و
تروریست و دهشت افغان و اصطلاحات را بر جهانی ها امریکایی ها به حد مبالغه کردن. سیاست های داخلیشان سیاست های مناسب نیست از حتی کشور قطر که به نوای متحد است. پاکستان، ایران، کشورهای دیگر همسایه افغانستان گفتن که سیاست‌های داخلی بگونه باید باشد که مطابق به ارزش‌های انسانی باشد، حتی در چارچوب اسلام. اشتباهی آمریکایی‌ها هستند که آمریکایی‌ها خودشان بر چیزی که بر خودشان میپسند، حالا کس در آمریکا خواسته یا در یک اروپا خواسته که نظام را اگر بگذاریم کنار، بیایم روی کشورهای اسلامی افغانستان، وقتی یک نظام با نوپایی خود که کار خودش شروع میکنه اجازه بدن همین شرایط برای اون مساعد میساختن، آمریکایی‌ها هم دنبال بهانه میگردن. خب بس اقتصادی رو با بس سیاسی چرا خلط کردن؟ پولی که از افغانستان است که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به بدترین حالت است، این فریز کردند آمدند بس مکاتب مکم گرفته. به عنوان قدرت کنار، پاکستان به عنوان کشور همسایه افغانستان امارات اسلامی چرا به رسمیت نمیشناسه؟ ببینید کشورهایی که بیچاره هستن، مظلوم هستن، مثل همین کشورهایی که متاسفانه امروز جهان اسلام متاثر از امریکاست، حتی روسیه متاثر از امریکاست، حتی چین متاثر از امریکاست که یکی از قدرت‌های بزرگ است. وقتی که ما خودم آدمی چندین بحثی صحبت کردم، 56 کشور اسلامی 6 تا دو بار تصمیم گرفتن که امارات اسلامی را مشروط به رسمیت بشناسه، هم ایالات متحده آمریکا اخطار داد که هر کس به رسمیت بشناسه تحریم میشه. بس مشکل اساسی همی است که باید جهان وقتی که یک قطبی شده، وقتی که ناتو وارسا بود یک طرف یک راز بود، امروز که جهان یک قطبی شده، هیچ کشور جرأت از این ندارد که وقتی که روسیه با او عظمتش تحریم میشد، چین با او عظمتش تحریم میشد، ایران با او بزرگیش تحریم میشد، خب طبیعی است که قطر و پاکستان و بعضی کشورهای خود دیگه تحریم شده است. سوی آمریکا، ایران و چین و روسیه که مخالف و سرسخت آمریکا هستند در سیاست، همچنان امارت اسلامی را به رسمیت تا هنوز نشناختند. من یک چیز را خودم میخوام بگم برای امارات اسلامی و سایر چیزون که هیچ کشور حاضر نیست به خاطر ما خود قربانی بکنن یا خساره را بپذیرن و یا این مشکل به گردن خود بگیره. ما باشیم که باید مشکل خود خود ما حل بکنیم. برمیگردیم. اکنون هم رفت و برگشت کوتاه. به ادامه محور خوش آمدید. آقای رحیمی، به ادامه صحبت های آقای سادات، آنچه را که کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهایی که به نوع متحد امارات اسلامی نظیر قطر هم شمرده می شود، رابطه خوبی با امارات اسلامی دارن، مطرح می سن در خصوص حقوق بشر، حق تحصیل دختران و آزادی های اساسی یا حقوق اساسی شهروندان، همچنان از آدرس آمریکاست یا این کشورها به عنوان مستقل یا کشور مستقل می تواند اینها را مطرح بسازد و ملاحظات مستقلانه خود را دارند؟ ببینید در بحث های آقای سادات من قد یک موضوع موافق هستم و پیشتر از باید یک موضوع دیگر باید این سوال پاسخ داده شود که آیا امارات اسلامی با امی سیاست هایی که در حال پیش رفتن هستند، آیا کشورهای منطقه فقط او را در بود اقتصادی میبینه؟ بله، زمانی که امریکا از افغانستان برآمد و امارات اسلامی آمد و حکومت گرفت و یک چند ماهی از او گذشت، اولین دید و یکی از مهمترین دیدهایی که کشورهای منطقه به افغانستان داشتن بیشتر به نظر شخصی من بود اقتصادی بود. چرا؟ چون ایران پای خود پیش گذاشت، چین پای خود پیش گذاشت و پاکستان پای خود پیش گذاشت و عملا شما در ماهای اخیر میبینید که اونا به نوعی بهره کشی های اقتصادی از افغانستان دارن. اولین نگاهشان به افغانستان نگاه چی بود؟ نگاه اقتصادی بود که به نوعی بعد از رفتن آمریکا از افغانستان از منافع اقتصادی افغانستان استفاده کنن و خودشان قوی تر بسازن. در بحث سیاست بی طرف یک موضوع اول اونقدر برایشان اولویت اولیه را نداشت. خب بعد کم کم چندین ماه از حکومت امارات اسلامی افغانستان گذشت و سیاست هایی که با ایدئولوژی های خاص خودشان که داشتن، مثل به موضوعات که شما مطرح کردید، مثلا نرفتن دختران به مکتب، عدم حضور زنان در بودهای سیاسی و در ابعاد اجتماعی و گپای دیگر، وقتی دیدن اینا دیدن که جدا از ابعاد اقتصادی، ابعاد اقتصادیشان در مسائل سیاسی هم به صورت مدت زمانی بسیار طولانی میتونه بسیار دامنگیری کشورهای منطقه هم شوه. خب حالا باید این موضوع را به نظر شخصی از من به سه الگو یا مؤلفه باید تقسیم بندی بکنیم. یک، که آقای سادات موافق هستند در یک بحث که شما گفتین که مثلا کشورهای جهان مثل چین، مثل روسیه، خودشان قدرت‌های بزرگ امروز در جهان هستن و یا کشورهای دیگه مثل پاکستان، مثل مثلا قطر، اینا کشورهای کوچکتری هستن، اینا چرا در حالی که با سیاستاشون با آمریکا مخالف است، چرا دنبال‌روی سیاست آمریکا رو میکنه؟ ببینید امروز آمریکا با متحدای اروپایی خودش بزرگترین قطب قدرت در جهان از بود اقتصادی و بله، نماینده روسیه گفته که ما در بحث بر اساس شناسی امارات اسلامی از غرب و آمریکا پیروی نمی‌کنیم، ما مستقلانه تصمیم می‌گیریم، ولی بله
بحث آنچه که مطرح ساختن گفته اینجا ملاحظه ای داره. خب در ادامه بحث در مؤلفه‌های بعدی سر از این موضوع میرسیم. خب مثلا کشوری که شما مثال زدید پیشتر، مثلا مثل قطر گفتید و مثل پاکستان، عملا این کشورها خب متاثر هستن از آمریکا و متحدای آمریکا متاثر هستن و اونا به عنوان اگر آمریکا چنین حکومت امارات اسلامی رو به رسمیت نشناسه، اونا هم به رسمیت نمیشناسه و روابط خودش به خاطر از موقعیت آمریکا خراب نمیکنه. هیچ کشوری در جهان به خاطر افغانستان خودش رو کدام چایی نمیندازه. یک موضوع. موضوع دوم، ترس از ادامه سیاست های امارات اسلامی است. خب با سیاست هایی که در چند ماه اخیر به نوعی بودن، مثلا امو سیاست های عدم حضور زنان یا به نوعی بحث شدن آزادی بیان، امو چیزی که کشورهای جهان در کشورهای خودشان میبینن و میبینن در افغانستان هر روز محدودتر شده رئیس، اینا احساس میکنن که اگر با افغانستان حکومت امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند، خب این سیاست ها هر روز زیادتر شوه و به نوعی به کشورهای از اونا در دسته ها و گروه های دیگه چیکار بکنه، سرایت بکنه. این دومی موضوع. سومین موضوعی که کشورهای منطقه امارات اسلامی را با وجود ازی که هر دوشان اسلامی هستند به رسمیت نشناخته، قدرتگیری سایر گروه هاست. ببینید همه کشورها مثل ایران، مثل پاکستان، کشوری مثل چین، کشوری مثل روسیه و کشورهای دیگه، همه‌شان همونطوری که هر کشور همونطوری که گروه حاکمی که بر سر قدرت است گروهای مخالف هم داره. خب در چین در خود روسیه دسته های بسیار گوناگونی از گروه های اپوزیسیون هستن که مخالف خود پوتین هستن. در خود مثلا چین گروه های بسیار مخالف هستن که مخالف سیاست های شی جینگ پینگ هستن و و و دستا. در خود ایران چقدر گروه های مخالف علیه ازی هستن. اینا عملا میبینن که اگر سیاست هایی که در افغانستان در حال جریان یافتن هستن، اینا هر روز در حال زیادتر شدن است و اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شوه، آل توان بیشتری برای توسعه سیاست های خودش میبینه و این توسعه سیاست ها احتمال به قدرت گرفتن گروه ها خواهد داشت. ممنون. آقای حقانی، آقای رحیمی میگن که عامل دومه که امارت اسلامی به رسمیت شناخته نمیشد، حتی از سوی کشور قدرت مند مثل چین، مثل روسیه که از سیاست های آمریکا در برخی مواقع پیروی نمیکنه و مخالف سیاست های آمریکا هستن، این است که سیاست های داخلی امارت اسلامی رو به نوع سیاست های غلط میدونن و ادامه این سیاست ها را به نوع تهدید برای خودشان میدونن. اصلا اگه ما شما ببینیم وقتی که امارت اسلامی یعنی پالیسی سیاسی بیرونی خود ترتیب کرده یا حالا هم پیش به پیش میبره، یعنی بهترین پالیسی شاید در کشورهای اسلامی باشه، چرا که اگر ببینیم بسیار از تقریبا یعنی علی سویه پیش میبره به تمام کشورها، اگر ببینیم با کشورهای همسایه و با کشورهایی که پر مثال اروپایی هست یا عربی هستن، تقریبا با تمامشان علی سویه پیش میبره. تو نیست که پر مثال کمی زیادت و چیزات داشته باشه، بخاطر از امیان که ایجا رقابت های جهان هم در نظر میگیره و بالخصوص روابط حسنه با کشورهای همسایه و دوردست و یا منطقه هم در نظر میگیره. لیکن اینجا که پر مثال امارات اسلامی کدام قسم پالیسی داخلی یا درونی داره در کشور خود، آنها مطابق میل خودشان نیست، نه مطابق میل فرد مثال شکم خود هستن، هیچ گاهی تو نیستگ آنها که هستگ حد اقل اینی سیاسی درونیشان که هستگ مطابق اسلام هست، چیزی که اسلام برشان حکم میکنه اما قسم پیش میبخاطر باز بحث حقوق بشر آقای حقانی مطرح میشود، بحث مکاتب. آیا در اسلام گفته شده که زن نباید مشارکت سیاسی و نقش سیاسی در حکومت قدرت داشته باشد؟ گفته شده که دختر نباید تحصیل بکند؟ گفته شده که یک دسته یا یک گروه با ایدئولوژی خاص باید حکومت بکند، دیگر گروه ها نباید در ساختار حکومت سهم داشته باشد؟ اینی موضوع که پرمثال زن از لحاظ اسلام در حکمتداری یا در تعلیم و چیزا او موضوعاتی تقریبا هستن که به بحث بیشتری شاید ضرورت داشته باشه، لیکن اینی موضوعشان که تمام حکمت از یک صنف باشه هیچ گاهی تو نشده. اما ما شما میبینیم در افغانستان حکمت که تقریبا فعلا حاکم هست امارات اسلامی افغانستان، اگر برتون بگیم فقط بغیر از یعنی کلان هایشان که آنها هم شاید به فیصدی کم باشه، دیگه تقریبا 77 یا اگر 75 فیصد ببینیم تمامشان مامورین حکمت گذشته هستن از جمهوریت مانده. بله در بست 6، بست 5، بست 7، نه در بست 2، بست اول و یا هم رئیس یا معین یا وزیر. شما 4 وزیر غیر طالب را معرفی بکنید در همین صحیح شد که فرمثال به سطح وزیر شاید نباشه، به خاطر از امیا که اگر بله مهم سطح رهبری است، تصمیم گیری است. فسادی که در حکمت گذشته وجود داشتن به سطح رهبری وجود داشتن، مامورین گذشته شان افراد خردشان که هستن بهترین مردمان هستن، بهترین خادمین هستن که برای ملت خود خدمت میکنن. یعنی اگر از اقشار دیگر بیان در ساختار حکومت در تصمیم گیری سهم شون، فساد میکنه؟ نه خیر، فساد نمیکنه، خو حداقل تا حال ذهن و فکرشان به انیاب به پالیسی امارات اسلامی تا حال
ترتیب و تقریبا عیار امارات اسلامی چه پالیسی دارد؟ تقریبا ما برام گفتم که امارات اسلامی که هست حداقل مفکوره و عقیده حداقل قسمی باشه که مطابق اسلام مطابق شریعت باشه، قسمی که وقت برتن یک مثالش دادم که حداقل میال یک فرمان از سوی امیرالمومنین صادر میشه، مردم تو فکر میکنن که یا شاید فرمان شخصیشان باشه یا فرمان حکم طالبا باشه، در حالی که او اصل از قرآن و حدیث گرفته شده باشه. تا حال اینجا فکر و ذهنشان عیار به مطابق پالیسی امارات اسلامی جور نشدم. برمیگردیم به شما آقای حقانی. آقای سادات، آقای حقانی گفتن که امارات اسلامی بهترین پالیسی را شاید در سطح منطقه و کشورهای اسلامی تا حال دنبال کرده باشن به زعم خودشان که توازن در حفظ روابط با کشورها بوده. ولی پرسش اینجاست، تا حالی که مردم افغانستان 11 ماه تجربه حاکمیت امارات اسلامی را بر افغانستان داشتن، این توازن در عقبگرد روابط دیپلماتیک با جهان است یا بوده؟ یا در پیشرفت روابط دیپلماتیک با جهان بوده؟ خب البته دیپلماسی را تعریف که بکنید، دیپلماسی تعریفش در شرایط کنونی بر امارات اسلامی به او شکل شیوهی که جهان مطابق از امو مسائل تعریف دیپلماسی از نگاه علم حقوق او را اینا قبول هم نمیتونن بکنن، چون نظام ما نظام شرعی است، مگه نظام شرعی اسلامی؟ اسلام مگه که اهدنا الصراط المستقیم، اما در سیاست میگه که از راه مستقیم یا غیر مستقیم خود به هدف رساندن. اینجا سیاست امارات اسلامی تعریف های دیگر هم دارد، این تعریف ماکیاولی است آقای سادات. بله خب البته اگر ماکیاولی است دنیا مطابق اونمی سیاست تطبیق میکنن که مثل که حالا بم به اتم آمریکا مندازد با ژاپن دوستی میکنن، اما این خود سیاست اسلام خریجاب نمیکنه، اسلام اجازه نمیده که حتی یک بی موجب یک موری را آزار بده، اما سیاست از وای جاب میکنه که امروز اگر اوکراین در آتش میسوزد، اگر اروپا از فقر باز دوباره بمیرد، اگر در آفریقا مردم از تشنگی جل بزند، و اینا سیاستشان اجاب میکنه که با کی دوستی بکنن با کی دوستی نکنن. متاسفانه یک دیگر اینجا هم مطرح میشود، اگر مردم افغانستان که 97% یا درصدش زیر فقر است، زیر خط فقر به نان خوردن ندارند، اگر اینان هم هلاک شود باید چنین سیاست اعمال شود که امارت اسلامی میخواهد. خب البته هر کشور در سیاست خود یا در حاکمیت خود مستقل است که با کدام شیوه، مهمی است که ما چطور بتانیم رضایت مردم افغانستان به دست بیاریم توسط همی امارت اسلامی. مثل که روز قبل یک جلسه تدویری یافت در تالار لوی جرگه، ما پیشنهاد داشتیم قبلا که جلسه اگر علما می باشد، یک تعداد از متنفذین و مردم های افغانستان در رابطه با مسائل کلی افغانستان که ما بتانیم قناعت مردم افغانستان را در داخل و قناعت دیگران را در بیرون حاصل بکنیم، ایت یک جلسه چه شد. اما متاسفانه او جلسه ای که به انتظار دنیا و ما مردم افغانستان بود، اما جلسه گرچه موفقیت بود، امید بود، ولی او چیزی را که به هدف به دست ما بیاید. حالا مشکل دمی است که شما یادآور میشین، ما یادآور میشین، مردم یادآور میشن، اینا خودشان خود امارت اسلامی یا در رأس از بزرگایی که هستن تصمیم بگیرن. خب اگر دیپلماسی فعال است، دیپلماسی قوی است، دیپلماسی موفق است، چرا او اهداف ما به دست ما نمیه؟ یعنی هر چیز صورت گرفته ولی کافی نیست، به حد نرسیدن که قناعت جامعه جهانی را حاصل بکنن، به حد نرسیدن یعنی لابیگرایی ندارن که حداقل بتانن همی پاکستان و عربستان و قطر و امارات و اینای کشورهایی که حداقل قناعتشان حاصل است امارات اسلامی، این شرایطی را که متاسفانه که هیچ ضرر به ما نداره. مثل همین بحث مکاتب، اگر مکاتب یک اندازه مشکلات داشته خیلی فیصدی کم بوده، خیلی میدونیزن در 11 ماه. در همین بحث دیپلماسی هم منتقدان امارت اسلامی و آگاهان میگند که همین که امارت اسلامی یا سرپرست وزیر وزارت خارجه میگوید که روابط ما با جهان بهبود یافته، هم به نوع دادن امید کاذب برای مردم است. کاملا دقیق است، یعنی سوختن فرصت ها برای ما خیلی دشوار است. وقت فصل که ما در او قرار داریم، فصل بهار، فصل ذخیره سازی است، فصل جمع‌آوری محصولات است، فصل تنظیم و ترتیب نظام و سیستم است، ولی متاسفانه این فرصت ها را ما از دست میدیم. با چی الفاظ یا با چی شوایی که امروز ما انتظارات را داریم که احمد با کمیسیون مراجعه کرد، داخل افغانستان شد ولسوال یا یک نفر دیگه به خاطر کارهای شخصی خود میه، وقت ما را ضایع میکنه. مرجع اصلی خود امارت اسلامی است که کار مطابق اصول
مثلا وزیر داخله کارای داخلی را بکنن، وزیر خارجه کارای خارجی را بکنن، یک کمیسیون مقتدر تصمیم گیری که بفهمن که خلاهایی که در کجا بوده، مشکلات در کجا است، کاستیا در کجا است، چطور ما میتونیم قناعت مردم افغانستان و جامعه جهانی را حاصل بکنیم که دیگه ضرر ما یعنی مردم افغانستان از نگاه دینی اعتقادی هم نباشه ولی اهداف منبدس ما. ولی متاسفانه بازم بگم که او چیز انتظارات ما مردم هنوز هم نتانستن امارت اسلامی برآورده بکنه. ممنون به شما، برمیگردیم آقای صادق. آقای رحیمی، امارت اسلامی با جهان تعامل مثبت و روابط حسنه میخواهد، جمله‌ای که تکرار مکرر از 11 ماه قبل تا حال از سوی سخنگویان وزارت خارجه و مقامات ارشد امارت اسلامی بیان میشود. ولی پرسش اینجاست که امارت اسلامی چه نوع تعامل با جهان میخواهد؟ تعامل میخواهد که حداقل انعطاف در برابر خواستهای جهان داشته باشد، بعد وارد تعامل شود و تعامل صورت بگیرد، یا تعاملی که آنچه که امارت اسلامی مطرح میسازد جهان خواه بپذیرد و یا هم نپذیرد باید اینها را با موجودیت این آن شرایط از سوی امارت اسلامی باید وارد تعامل با امارت اسلامی شود؟ ببینید، تعاملی که در واقع امارت اسلامی عملا خب ای واضح هست، ای دیگه احتیاج جای بحث نیست که امارت اسلامی زمانی که تازه 10-11 ماه میشه از شکل گیری ازش هست و افغانستان کشوری است که به هیچ زیربناهای اقتصادی نداره و هیچ درآمد خاص نداره که حتی خود حکومت و کارمندای خودش بچلانه، پس بنابراین نیازمند همکاری های اقتصادی در بود نظامی، در بود سیاسی با کشورهای منطقه و کشورهای جهان است. ای دیگه تعریف خاصی نمیخوای و یک چیز واضح و روشن است. خب یک مسئله. مسئله بعد، امارت اسلامی میگه که ما همکاری با کشورهای منطقه و با جهان میخواییم. بله، این چیز درست است و فرض درست است، اما باید دیگه ببینیم که این تعامل با چه شکلی هست. آیا امارات اسلامی در واقع میخواهد تعامل گرایی خودش با کشورهای منطقه و در واقع که ابرقدرت های جهان همسو با سیاست های جهانی میبینه یا نه خودش یک تافته جدا بافته از سیاست های جهانی و سیاست های منطقه ای فقط در داخل خود افغانستان میبینه؟ این نقطه اختلاف در چنین جای شکل میگیره که بله، عملا امارات اسلامی با آمدن بر سر حکومت در گفتم که بعضی از سیاست ها در افغانستان متاسفانه، حتی ما در بحث جمهوری هم چنین چیزایی رو داشتیم، در اواخر حکومت آقای کرزی و در اواخر حکومت آقای غنی یک در واقع یک سری اختلافات بین جمهوری و آمریکا به اتفاق افتاد که منجر به بحث بیرون کشیدن بیرون رفتن آمریکا از افغانستان شد. از هم دیگه تو زمان بگذره 6 ماه 1 سال 2 سال آنقدر از جهانیان دور میشیم که رسیدن از ما به هم دیگه اصلا غیر ممکن میشه. ما از لحاظ سیاسی به هم نمیرسیم، از لحاظ اقتصادی به هم نمیرسیم، از لحاظ نظامی به هم نمیرسیم. امروز باید مثلا حکومت امارات اسلامی باید بعد از اینکه خودش به عنوان یک قدرت در واقع برجسته در منطقه نشان بده، بتونه اتحادهای سیاسی جور کنه، اتحادهای نظامی جور کنه، اتحادهای اقتصادی جور کنه، در حالی که ما فعلا هم دچار چنین مشکلی هستیم که هر روز میگیم فلان تو دمک کمک کو، فلان کشور تو دمک کمک کو، سازمان ملل تو دمک کمک کو. خب کشورهای بزرگ جهانی رو بلخص که مرتبا دست مد پیش از اونها دراز است. خب اگر با سیاستهای کشورهای منطقه ما همسو و همگام حرکت کنیم، میتونیم که اتحادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایجاد کنیم و افغانستان به عنوان یک مهره قدرت در کشورهای منطقه بازی کنه. اما طوری که شما بعد از جنگ جهانی دوم میبینید که اتحادیه اروپا شکل میگیره. اتحادیه اروپا کشورها وقتی منافع اقتصادی و سیاسی خودشان، در حالی که فرانسه و آلمان مثل که یک بزرگترین دشمنای پدرکشته همدیگر هستند. خب بعد از بحث جنگ جهانی دوم میبینید که اتحادهای اقتصادی و سیاسی در کنار همدیگه بسنده میکنه که امروز میشن اتحادیه اروپا. چرا افغانستان چنین تعاملی را با کشورهای منطقه نداشته باشه و در واقع منطقه از ما به عنوان کشوری که منابع بسیار خوبی داریم، محیط استراتژیک و از لحاظ اقتصادی و سیاسی محیط خوبی را داریم، افغانستان و کشورهای منطقه به عنوان یک بود قدرت نباشه؟ سپاس. آقای حقاری، اگر شما صده ها یعنی حداقل اگر 200-300 سال جامعه بشری را مطالعه بکنید، بیشتر تاریخ سیاسی را، تعامل بر محور داد و ستد صورت میگیرد. امیدوار هستم که تاریخ سیاسی را مطالعه کرده باشید. امارت اسلامی به جهان چه برای دادن دارد که جهان منطقا وارد تعامل با امارت اسلامی شود؟ نبیل صاحب، کچیر تمون گو گرو یعنی حد اقل جهان د امارت اسلامی سره تقریبا دغه یو تعامل وکړي چې د امارت اسلامی په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کی، او امارت اسلامی ور سره ان شاء الله په دې باندې مطمئن يم لکه څنګه چې د دې اوس دغه کوم سیاسي بیرونی یعنی خارجي سیاست دی، یعنی په دغه رقم د ور سره دنیا او نړۍ سره تعامل بود که امارت اسلامی چی برای جهان بدادن دارد که جهان بتواند با امارت اسلامی ورته تعامل، یعنی هغه څه تقریبا یعنی لکه منشور دی سازمان ملل کې چې بعضی قوانین او اصول ذکر شوی وي او هغه افغان ملت او بل خصوص اسلامي ټولنه ته د منلو وړ وي،
نو کولیش اسلامی مرات تقا ورته ورکه او کچیر د سوي چې د اسلامي مثلا چیر برای دادن دولت یعنی لکه څنګه چې دوی د حقوق بشر چې وه چې پرمثال خزو ته باید حقوق ورکل شي دا یعنی د اسلام وختنه هم ده نه تنها د حقوق بشر یا د نړیوال وختنه بلکې د اسلام وختنه هم ده چې اسلامي مرات باید دي عمل چرای مرات اسلامي خلاف عمل کردن کې د اسلام هم ځکه چې باندې مونږ تاسو د دې شهیدان وسیګو چې مکتبونه به هم پرمثال د مکتبونو او کارت د خزو تل دا به هم د اسلامي مرات لخانه د زمينه ورته مسايده شو دا کار به هم خلاص شي خو بیا به هم په دې باندې متيقين مونږ امین نقطه را جهان هم محکم گرفته و یا هم روی همین نقطه انګشت گذاشتن چرا امارات اسلامي همین د حل نامې ساز کې رسمت شناخت ان شاء الله په دې باندې ما تاسو بیا درته وایم چې یعنی دغه کوم د خزو د حقوقو موضوع چې دا لکه د مکاتبو او وظیفو ته د تللو موضوع دا به د اسلامي مرات لخانه حل شي خو بیا هم درته وایم چې نړۍ اسلامي مرات تر هغه پورې په رسمیت نه پېژني تر څو پورې چې نړۍ د دوی نه اسلامي مرات د نړۍ د قوانینو او اصولو نه اطاعت ونکړه مطابقت ونکړه لکه څنګه چې تیرو حکومتونه کوله خو هېڅکله به دغسې ونه شي او که چېرته پرمثال دغسې چې داسې غوښتنې کوي لکه د اوس چې پرمثال نړۍ کوي چې د ښځو حقوقو یا د تعلیم مسئله که چېرته موږ تاسې وګورو لاړ شو تقریبا غربي نړۍ ته یا بالخصوص دغه کوم نږدې ملکونه چې دي په هغې کې تقریبا 50-50% ښځې د نارینهو په تناسب باندې معاش کم دی او په هغې کې تقریبا له په هغه اړیکو کې یا په هغه ځایونو کې ورنه استفاده کېږي لکه مثلا در کوم کشور یعنی په امریکا کې تقریبا که موږ تاسو وګورو په هغې کې 80% ښځې داسې احصایې وګورئ در کوم شهر په ټول امریکا کې 80% ښځې د نارینهو په مصداق باندې بالکل دا تاسو نړیوالې انجوګانې مسیې وګورئ په چین کې ویلې دي په چین کې 11% ښځې چې دي در امریکا زن نخیر عملا په امریکا کې لخذو نه په دغه رقم نه وړ استفاده کیږي چې په هیڅ نړۍ کې په حالت کې نه کیږي کوم حقوق چې خذو ته اسلام ورکړي اسلامي مرات په دې باندې پابند چې هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ورکړي خو هیڅ کله امریکا هغه امید او رئیس جمهور امریکا ځان است نه خیر ځکه صحیح ده چې ښځه ده لیکن په ډېرو زیاتو مشکلاتو تر ډېر څه تېرېدلو هغه ریاست جمهوري پورې رسېدلې یا هم تر هغه وظیفو پورې رسېدلې عملا که موږ تاسو وګورو امریکایي پوځیان یې دلته راغلې وي که نه وي راغلې لیکن په دې ځای کې که چېرته ما خپله ورسره خبرې کړې ما خپله عملا د انټرنټ له لارې د امریکایي پوځیانو له ښځو سره پرمثال یا نارینهو سره یې هغه کسان چې اوس هلته په هغې ځای کې دي دغه اوس تقریبا 10 میاشتو کې موږ خبرې ورسره کړې تاسو آیا په دې باندې پښېمانه نه یې ایا تاسو په دې راتګ باندې هغه ویلي چې زمونږ نه عملا په پاوچ کې په کوم قسم باندې استفاده کېدله آیا زمانه په امریکا کې فرمثال خپل فامیل یا خپل خاوند یا خپل اصل پرسوشه که برای خواست مطرح ساخته امارات اسلامی جدای بحث حقوق بشری که گفتین در اسلام هم ذکر شده و باید تأمین شه بعد این بحث شما هم گفتید چه برای دادن به امریکا و جامعه جهانی سازمان ملل دارد امریکا تا یعنی هر حقه سه چی اغا یعنی د اسلامی امارات په داخلی پالیسی کې ورسره ټکر او موانی موجود نوی هغه به اسلامی امارات خامخا منی او د افغان ملت وختنه هم د مثلا لازم خاصه مشخصه که مطرح ساخته چه کارهایش تا اعاده میکنه تو یعنی بل خصوص په سیاسی لحاظ باندې او په اقتصادی لحاظ باندې امارات کولی شي ورسره تعامل وکي او ورسره یعنی یو څه تعاملات وکي یعنی نرمښت ورسره وکي خو نور په عقیدوي او فکری لحاظ باندې هیڅ کله نه هیڅ کله نه کسل کله هم افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي هیڅ کله اسلامي امارات ورسره دغه رقم تعامل یا معاملې مطرح شوه شما هم گفته در اسلام با آن مشکل وجود نداره در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان بلکه یو خبره کول غړم دا چې اسلامي امارات ټول هغه قوانین او اصول ته پابند کوم چې خزو تورکل شي او یا هم ازادي پر فردي ازادي ده د انسانانو لپاره هغه ته پابند هغه به ورکوي ان شاء الله کله چې اسلامي امارات لک په مرور دي زمان باندې لک په شورش باندې راشي او لک هم حکومت او یا په دلته محکمه شي ان شاء الله هر څه بسن شي آقای صادق سفر آقای متقی و ملا یعقوب به دوحه به چه منظور صورت گرفته؟ خب البته مهمی است که اونا به چه هدف رفتن خدر دقیق ما هم نمیفهم خب به حسن نیت از جناب وزیر دفاع ملا یعقوب تقاضا شده که بیاین اونجا شما باشان ببینن و میرخان متقی وزیر خارجه هم به خاطر رفع اما معزله فریز شدن پول افغانستان که چطور میتوند ایرا احتمالاً به یک جای سوم انتقال بدهد که آمریکایی‌ها هم از این بار ملامت که هر دفعه شورای امنیت هم نشست داشته سازمان ملل هم نشست هایی که داشته آمریکایی‌ها را ملامت کردند به این که پول افغانستان که یک کشور بعد از جنگ خیلی نیازمند میباشه مشکلات داشته باشه به این شکل باید این پولا در همین سفر با آقای متقی قرار بود نماینده ایالات متحده گفتگوی داشته باشد بر رسم اعتراض اشتراک نکرد آنچه که در افغانستان میگذرد فکر میکنید این رسم اعتراض نماینده آمریکا در امور افغانستان روابط امارات اسلامی را با آمریکا بهبود خواهد بخشید آنگونه که
سرپرست وزارت خارجه میگه تا آقای متقی. خب متاسفانه ما فرصت ها را از دست دادم میریم و هر دفعه که هر فرصتی که از دست میدیم برای ما شرایط دشوارتر ساخته میرن. همین که اقانی صاحب صحبت کرد که اگر امروز ما او شرایط قبلی را بپذیریم شرایط جدید وضع میشه. بله. بهترین راهکار یا بهترین طریقه و ای است که باید با چه شکل شیوهی که امارات اسلامی در امو نشستایی که در دوحه داشتن قبلا مطابق امو پروتکولا و قراردادها حالا خو یک عمل انجام شده است. وقتی آمریکایی‌ها میگد که باید حکومت سقوط نمیکرد، خود سقوط کرد، در نهایتش سقوط کرد. امارات اسلامی به خاطر پر شدن خلا آمد نظام در کابل بر اقتدار رسیدند. حال متباقی چی میخوایی از ما چی میخوایم از تو؟ مثلا شما صحبت کردین که حقوق فردی، بحث مکاتب، حقوق شهروندی، نظام سیاسی افغانستان، یه تمام موضوعات قابل بحث است و قابل حل است به شرط از اینکه دو طرف هر دوش حسن نیتشان باشد. خب اگر آمریکایی‌ها دوباره بخواهند حضور خود در افغانستان به این صورت ما نمیپذیریم. اگر آمریکایی‌ها بخواهند باز بحث دموکراسی را مطرح بکنه به این صورت تو قابل تطبیق نبوده. اگر آمریکایی‌ها بخواهند که افغانستان چهار طرفش مثل که یک طرفش سیم خاردار طرف پاکستان ساخته ما را به یک قلابند برسانه، تمام افغانستان سیم خاردار بگیره به این صورت. ما باید راه تعامل و راه گفتگو و راه مفاهمه و دیپلماسی را باید باز کنیم، صحبت بکنیم. سپاس. تا ما بتانیم به نتایج مطلوب برسیم و فرصت های باقی مانده ای که مانده از دست ما نره. سپاس آقای رحمی. میخوام که در مورد به نوع رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی توضیحات بدیم که چه نوع رابطه‌ای دارن و آیا امارت اسلامی سیاست‌های داخلی خود را از سیاست‌های خارجی و بیرونی جدا می‌داند؟ ببینید سیاست داخلی یک کشور بر اساس نیازمندی‌ها و خواسته‌های مردم است. خب هر نظام سیاسی زمانی که بر سر قدرت هست سیاست‌های خارجی، سیاست‌های داخلی خودش بر اساس خواسته‌ها، نیازمندی‌ها و داشته های از اون جامعه در واقع همسو و همگام می سازه. زمانی که یک جامعه مثلا 30 میلیون جمعیت داره بر اساس برخی از آمارگری ها افغانستان 30 میلیون جمعیت داره. حکومت هر نوع حکومتی که هست، بحث امارت اسلامی نیست، هر حکومتی که در افغانستان بوده باشه، هر گروهی که بر سر قدرت بوده باشه، باید سیاست های داخلی خودش بر اساس خواسته ها و داشته ها و چیزهایی که مردم ولی جامعه برای همین مردم افغانستان جدای چند صد هزار و یا هم کم و بیش یا میلیون اعضای امارت اسلامی از امارت اسلامی انتقاد میکنند و خواستهایی دارند که تامین نشده. بله، در همین مشکلاتی که در ماهای اخیر هم به وجود آمده دلیلش هم امی بوده. برخی از سیاست هایی که در واقع امارت اسلامی در شرایط فعلی داشته عملا با خواسته های مردم در واقع همگام و همسو نبوده و باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که مردم از اون نظام در واقع چیکار بکنن؟ دوری بکنن و این خودش عملا چی رو به وجود میاره؟ عدم مشروعیت نظام سیاسی رو به وجود میاره. اما در سیاست بحث دوم شما که گفتین در بود سیاست های خارجی در بود سیاست های خارجی کشورها میتونه که هر نظام سیاسی هم سیاست های خودش به عنوانی که هم منافع اقتصادی سیاسی و نظامیش تامین شوه و به نوعی سیاست های کشورهای منطقه را هم باید دنبال بکنه و سیاست های جهانی رو باید دنبال بکنه. سپاس. که تافته جدا بافته نباشه. سپاس. بنور پرسش اخیری بحث از شما آقای حقانی. اکسپرس تریبیون رسانه نوشته که قرار بود امارت اسلامی را از 10 کشور به رسمیت بشناسند، ولی زمانی که درب مکاتب مسدود گذاشته شد این 10 کشور هم از تصمیم خود منصرف شدند. پرسش اینجاست، اگر امارت اسلامی به دنبال به رسمیت شناسی است، چرا درب مکاتب را باز نکرد که حداقل این 10 کشور امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت تا 30 ثانیه؟ نبیل صاحب یک چیز برتان میگم، 10 کشور نیست که 100 کشور هم باشه، تا وقتی که رضایت امریکا نباشه هیچ کسی نمیتونه مکاتبی درهای مکاتب بروی خواهرایمان ان شاء الله باز خواهد شد. شاید کمک وقت طول بکشه یا طول نکشه، در کوتاه‌ترین فرصت شاید باز شود، لیکن باز هم میگم که خواسته هایی که از سوی خارجی ها به توسط کشورهای همسایه نزدیک یا روابطی که با امارات داره توسط از یا میشه 100% یا زیادتر شده میره. به یقین مرتان میکنم که تمام خواسته های امریکایی که یا سازمان ملل یا کشورهایی که فرمسلام یال از امارات داره اگر پورایش کنه سبایشان خواسته از یا میکنه که حداقل در کابل یا در افغانستان باید حداقل قانون دموکراسی که در اسلام هم در اون مشکل وجود نداره چرا تامین نمیشود عملی؟ بل خصوص در اینجا ما برتان گفتم که شاید امارات نظر به لزوم دیدشان این کار کرده باشه، لیکن خواسته های خارجی ها یا غرب دیگه هم زیادتر شده میره. سپاس از شما محمد ناصر حقانی عضو امارت اسلامی، سید قریب الله سادات آگاه سیاسی و محمد رحیمی آگاه روابط بین الملل. و بیننده های عزیز رسیدیم به پایان محور امشب، تا برنامه دیگر خدا نگهدار و به امید آینده و روزهای بهتر.